بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که به خاطر از که موضوع اساسی ما شاک است و شاک یک موضوع مغلق است که باید او را به صورت صحیح باید فهمید، به خاطر از که شاک یک حالت تهدید کننده حیات است که اگر به صورت درست و خوب منیجمنت و تداوی نشه این سبب مرگ میشه. از این خاطر به خاطر از اینکه تانسته باشیم شاک بهتر یا فهماتر بسازیم، از این خاطر کوشش میکنیم که بس دست مقدمه یک ذره زیادتر سر موضوع صحبت کنیم، بعدا سر تعریف شاک و بعدا سر سبب یا ایتیولوژی شاک و بعدا سر تصنیف شاک. اما در بعدا میتونیم که ما با سر هر موضوع شاک از نظر به تصنیفش سر هر کدامش به صورت مفصل و مشرح صحبت کنیم. اما تو که گفتیم شاک یک حالت تهدید کننده حیات است، تاثیرات شاک واقعا در شروع که شاک تحسس میکنه قابل ارجاع است، یعنی میتونیم که رو دوباره بعد از تداوی مناسب دوباره ای را رجعت بدیم پس به طرف بهبود. اما اگر تداوی صورت نگیره شاک بسیار بزودی به طرف وخامت سیر میکنه و حالت مریض خراب میکنه و ممکن سبب چندین انحطاط یک عضو شوه یا ملتی سبب ملتی ارگان فیلر، یعنی چندین عضو انسان در این صورت قابل از این میشه که وظیفه خود به صورت درست انجام نده، مثل کبد، مثل دماغ، مثل کلیه، که اینا بالاخره سبب مرگ انسان میشه. پس به خاطر از این که ما با مریض شاک مواجه میشیم باید هر چی زودتر اهتمامات لازمه جهت وقایه و تداوی از این در نظر بگیریم تا بتونیم زودتر مریض نجات بدیم. شاک اولین دفعه در سال تقریبا 1740 توسط یک مؤلف هنری فرانکوزیس لدران فرانسوی این کلمه شاک استعمال شد و زیادتر فکر میشه که از یک کلمه فرانسوی شاک یا گرفته شده باشه که به معنی تکان یا لرزه معنا میده که این زیادتر برای وقت برای قربانی های جنگ کلمه استعمال شده. اما بعدا تا سال تقریبا 1743 این چی نشده بود؟ رکورد نشده بود. اما بعدا کلمه شاک رسما رکورد شد و قبل از او یک مؤلف دیگه به نام ویلیام برادفورد کانون این بنا یک اصطلاح دیگر یک لغت دیگر به شاک استعمال کرده بود که اگزا ایمیا، ای به این معنی که یعنی خون خارج از دوران، یک قسمت خون خارج از دوران قرار گرفته که شاید در بابین اویه که نظر به ظرفیت اورده است که را بعدا گپ میزنیم و یا این شاید که در تایر دیسپیس یا در بعضی قسمت های دیگه اوجه خون یا مواد دیگه مایی در اوجه جا گرفته باشه که به صورت استکنانت یا راکت در اوجه به وجود آمده. بعدا کلمه شاک به صورت عموم در تمام جای ها زیادتر به اشکال مختلفی کلمه استعمال می شد، در جایی که اگه حالت جدید یا اگه حالت خراب به وجود می آمد زیادتر می افتن این شاک است. مثلا در حالت های روانی که می افتن پسیکوجینیک شاک که اگه حالت انسان دفتن حالتش خراب می شه، یا زیادتر به هکوت دسترس یا حالت های خرابی که سر یک انسان دفتن مه این دهی حالت ها میتونم که ما شاک پیش از یا بگوییم که زیادتر یه بعد از تراومای شدید بعد از خصوص در جنگ ها کوره میگن که تراوماتیک شاک یا هیست که تراوماتیک دسترس دیس آردر در اینی وقت هم شاک به وجود آمده میتونه. امروز سر شاک باز ژورنالیست های ما همین کلمه را استفاده میکنن، مثلا بعضی خبرهای تکاندنده یا بعضی خبرهای جدیده به خاطر از اینکه او یک بینی شنونده و بیننده خوب زیادتر جلب کنن میگه این اخبار شما را شوکه خواهد کرد. اما در اینجا ما زیادتر به خاطر از اینکه مبحث خود را جمع کرده باشیم ما شما زیادتر سر میدیکل شاک یا شاکای طبی صحبت میکنیم. با
بجهت فهمیدن بیشتر یا خوبترش ما بجاب میبینم یا لازم میبینم که شاک زیادتر از تشوش چهار کتگوری کی کتگوری ها بایی که از هم مجزا هستن اما با هم کاملا مرتبط است شاک با وجود می فهمیدن ازی پیش ازی که در محبت شاک داخل شدیم خوبتر است که یکی از این اجزای ازی که گفتیم این چهار کتگوری یکی قلب است قلب به مسابقه یک پمپی که باید پمپ کنه ایره مد نظر میگیریم دو حجم مایع یا زیادتر که میشه که خون بگیم یا حجم دموی و دیگه مقاومت شریانی و ظرفیت وریدی چهارم چیزی که زیادتر میتونه که ریگولیت کنه یا تنظیم کنه سیستم عصبی است سیستم عصبی باعث یک ریگولاتور به خاطر که یک انساج به صورت خوب اروا شوه به خاطر اکسی اجرات خصوصا اجرات دماغ کو زیادتر اساس از در مقابل کمبود اکسیژن خوب اروا شوه ایجاب میکنه که اینمی چار اجزایی که ما شما گفتیم که کاملا با هم ارتباط مرتبط کار میکنن باید به این انساج خون به یک فشار مناسب به یک فشار خوب برسانه تا اوز و بتانه از خون استفاده کنه که در این صورت همیش اگر فشار مناسب نباشه با اینکه خون در حجم خون باشه اما یک فشار مناسب اگر نباشه حجرات انساج به خوبی تغذیه نمیشن فشار خون یا بلد پرشر این مساییز به اوتپوت قلب کاردیک اوتپوت ضربه پریفیرال رزیستانت هر قدر که کاردیک اوتپوت ما شما خوبتر باشه بلد پرشر خوبتر است و این کاردیک اوتپوت مربوط میشه به وین ریترن یا بازگشت ورید هر چقدر بازگشت وریدی ما با قلب که پسانتر سرش گپ میزنیم هر قدر که بازگشت وریدی زیادتر باشه و اوجا کاردیک اوتپوت ما شما خوبتر بخواست و خود کاردیک اوتپوت این مساییز بر ریت قلب یا هارد ریت زرده ستراک وولیوم که اگر ما سبه کنیم شما میفهمید که در یک دقیقه قلب شاید تقریبا 70 بار چی کنم ضربان داشته باشه و این اگر ضربه استراک وولیوم اونم وولیوم یا حجم است که قلب در سیستول را در دوران مندازه که تقریبا اگر ما او را 65 چی کنیم میلی لیتر یا سی سی بگیریم در این صورت اگر یه افتاد ضربه زی کنیم 75 35 642 45 0 تقریبا 4.5 لیتر زیادتر از 4.5 لیتر قلب میتونه که یک دقیقه در یک دقیقه پمپ کنم و اینمی خونی که میره به انساج اینمی قسمت های انساج که به صورت خوب برشته از طریق شیران ها خون میرسن اینا از این اکسیژن استفاده میکنن در ایجا یک استقلاب یک متابولیزم ایروبیک صورت میگیره گازات تبادله میشه مواد مغذی تبادله میشه مواد توکسیک میه که اینا به خاطر از اینکه توکسیکی چوه تمامش پس داخل جریان میشه اما اگر که اینمی اکسیژن کم برسه اینمی میتابولیزم ما به صورت انایروبیک میشه وقتی که انایروبیک شد در دوران زیادتر اسید لکتیک زیاد میشه و یک اسیدوز به وجود میاد و بالاخره آستاست و حجرات طرف مرگ میره به خاطر از اینکه موضوعی که گفتیم سر هر کدام از این گل بزنیم شما در اینجا اگر قلب ببینین
یک قلب است که خارج قلب است که شما در اینجا میتونید کنی شریان های وریدای ریوی رو ببینین و در اینجا آورتا میبینین و در اینجا شما شریان ریوی رو میبینین کی و در اینجا هم شما کورنرا رو میبینین که با سرش بعدا گپ میزنیم. به خاطر از اینکه قلب خوبتر بتونه پمپ کنه شما میفهمین که در عضویت دو چی وجود داره، دو دوران وجود داره که بعدا نرفتن که دوران صغیر یا کبیر. دوران چی؟ دوران صغیر رو موز که خون از قلب میبره، خون از قلب میبره میره در ششا تصفیه میشه پس دوباره مه. و همینطور دیگه دوران کبیر خون از قلب میبره توسط ابر در تمام قسمت های عضویت میره و تمام قسمت های عضویت اروا میکنه. به خاطر از اینکه این دقیق صورت گرفته باشه شما میبینین که بار قلب راز چپ زیادتر از این خاطر عضله طرف قلب چپ عضلش زخیم تر است و عضله قلب راز نازکتر است. چرا؟ این مسیری که این میره ای کوتاه‌تر است نسبت به این مسیری که ای میره. و شما در اینجا چیز دیگه که لازم به تذکر است ایست که هر اویه که خون از قلب میکشه یا ترانسپورت میکنه بیرون میبره او را شریان میگیم و هر اویه که خون به قلب میاره یا ترانسپورت میکنه او را ما ورید میگیم. در این صورت خونی که از تمام بدن میاد خصوصا ورید اجواف علوی، ورید اجواف سفلی اردوش، خون به وزن راست و بالاخره به بطین راست و از بطین راست خون توسط شریان ریوی به ریه ها میره که دوباره تصفیه میشه و این ناپاکترین خون تقریبا همین شریان ریوی داره. اما خون ریه که تصفیه شد دوباره بعد همراه چهار ورید ریوی دوباره پس به وزین چپ به قلب چپ و بالاخره بعد از تمام دوران میره. این فقط یک یادآوری بود که به خاطر از اینکه شما میبینید که باز بعدا در شاکایی که مربوط به قلب میشه که قلب نسبت باز مشکلات نمیتونه که خوب پمپ کنه، فقط یک یادآوری آناتومیکی بود یا فیزیولوژیکی بود که به شما گفتیم. دیگه چیز دیگه که از حجم مایع است، حجم مایع شما میفهمید که خون تقریبا در بدن انسان بین 5 تا 6 نظر به سن سال نظر به اندام فرق میکنه. اما بر صورت خون یه حجم مایع بعضی وقت اگر کم میشه یه هم سبب شاک میشه. حجم مایع زیادتر مایع شاید خون است، آب است و پلازما است. در این صورت کم بودن مایع هم سبب شاک میشه. چیز دیگه که بسیار مهم است شریان و ورید است که ما در ساختمان های شریان و ورید میبینیم که وریدا و نسبت به شریان ها کم چی تر است. شریان ها تقریبا اگر ما برازی که زیاد وقت چی نکنیم، شریان و ورید از سه طبقه داره: طبقه داخلی یا انتیما، طبقه میدیا و طبقه ادوانتیسیا. اما در شریان این طبقه زخیم تر است، خصوصا طبقه میدیا که مسکولیر است که دیگه عضلات سموت مسل یا عضلات مسل است، این زیادتر است، قوی تر است و همچنان از چای الاستیک، الیاف الاستیک، کنکتیو تیشو در شریان ها هم است. اما در وریدا الیاف الاستیک زیادتر است و دیگه این جدار کمی باریکتر است. از این خاطر در اویه چی در وریدا تقریبا یک ورید از یک میلیمتر تا یک سانتی یا 1.5 سانتی متر چی کنه ایم توسو کنه، یعنی 8 برابر نسبت به یک شریان ورید میدانه که توسو کنه که زیاد بسیار مهم است، خصوصا بعدن که باز ما و شما گپ میزنیم که اگر یک وریدات دفتن اتصاب میکنه یا توسو میکنه یک مقدار زیادی خون در بین وریدا میمونه و این به قلب نمیرسه. برای اینکه ما و شما پیشتر گفتیم که مو کاردیاک تاوتپوت مربوط به بازگشت وریدی میشه. اگر وریدا خدای قدر حجم خود زیاد کنان کنن و در اوج تمام مایعی که در اوج باشه به قلب نرسه، در این صورت هم شاک به وجود میاد بدون از اینکه مایع زایی شده باشه. ما این اگر به طور ساده برای شما ما این مثال بتم که خوبتر فهم شوه، اگر شما در اینجا یک ورید ببینین
اگر در بین ازی به این اندازه خون باشه مثلا 100 میلی لیتر ببینید که وارید کامل پر است و این خوب میتونه که به قلب بره. اما اگه این خود چی کنه؟ توسو بده شاید نمی 100 سی سی خون ما 100 میلی لیتر خون تا به این اندازه برسه، در این قدر فضای دیگه خالی میمونه یا خوب نمیتونه که خون رو به قلب برسانه. از این خاطر این بعداد چون در شاک بسیار مهم میباشه، خواستیم که زیادتر برای شما من اینجا تشریح کنم. و بعد از این شریان ها وین است که شما میبینید که این نازکتر، اما وین یک خصوصیت دیگه که داره، وین ها همیش برای خود والف داره، یعنی والف ها در مابینش خوب دیده میشه. این والف از یک طرف خون اجازه میده که برای، اما از طرف دیگه خون اجازه داده نمیتونه که پس به. از این خاطر شریان دارای والف نمی باشه، اما وریدا دارای والف است، برای اینکه از قسمت های سفلی بدن خون تا قلب که میاره باید که این والف ها مقاومت برای ایجاد میکنن. بعد از اینکه شما در سیستم دوران میبینین که اینمی شریانه که کلان است، بالاخره این شریان ها یا ارتریا با ارتریول یا شریان های بسیار کوچک چی میشن؟ تقسیم میشن که بتانم اینی یک ارتری یا خورترا ارتریول و این ارتریول لا بالاخره میان در اینجای چی رو تشکیل میدن؟ کپیلیرا را. اینی کپیلیرا باعث اروای تبادله مواد با انسات شده و بالاخره چرا این با یک فشار معین و در نتیجه اینا بالاخره وینولا را میسازد، در این طرف وینول تشکل میکنه که اینی وینول که بالاخره باز وریدار یا وین میسازد. این در تمام قسمت های عضویت اینمی کپیلر ها موجود است و این کپیلر ها یک اسفنکتیر بیجه دارن که یه پری کپیلر اسفنکتیر و یک اسفنکتیری که دیجه است اینمی یه پست کپیلر اسفنکتیر ها یاد میکنن که زیادتر در موضوعات شال باز بعدن که مطالعه کردیم زیادتر مهم است. و شکلهای اما در باز انساج خاص مثل کبد، دماغ و شاید هم کلیه، اینا به شکل امی کپیلرا به شکل سینوزید می باشن، سینوزوید بخشه به شکل سینوزوید ها می باشه که به این شکل عضویت چی بشه؟ اروا می شه.